درود بر شما همراهان عزیز سرانه به چه دلیلی ترانه خلیج فارس رو وقتی که در منطقه تشریف میارید اجرا نمیکنید هزارات ابی ای خواننده ای ایرانی مقیم لس آنجلس در گفتگو با وبسایت ایندیپندنت فارسی باعث انتقادات و حملات گسترده علیه او شده ابی در گفتگو با کاملیا انتخابی فرد سردبیر ایندیپندنت فارسی در پاسخ به این پرسش که چرا ترانه خلیج فارس را در کنسرت‌هایش در کشورهای منطقه اجرا نمی‌کند گفت موضوع نام خلیج فارس یک مسئله سیاسی است و او فردی سیاسی نیست و نمی‌خواهد در این ماجرا دخالت کند در ضمن او ترانه خلیج فارس را نمی‌خواند تا همیشه امکان برگزاری کنسرت در کشورهای همسایه ایران را داشته باشد ببینید من یک خواننده من از سیاست گذارم نه سیاسی هستن و این مسئله خلیج فارس هم یک ایشو سیاسی هست برای بین ایران بین امارات و شاید جان کشور من با عنوان هنرمند اجازه نمیدم به خودم که بخوام دخالت بکنم در این موضوع به قول پسرم تو مملکت خودم که نمیتونم بخونم لاقل اینجا میام میخونم که بتونم دوستان عزیزم که راحت براشون بیاد به کشور همسایه و دیداری داشته باشیم اون رو دلم نمیخواد دست بدم و به این دلیل و بزرگ ترجیح میدم این آهنگ اینجا اجرا نشه که من بتونم این رو هر سال داشته باشم این دیدار رو هر سال داشته باشم اظهارات ابی باعث خشم بسیاری از ایرانیان شده برخی او را خودفروخته، خائن و پول پرست خواندند و گروهی هم تصاویر ابی و همسرش را با پلاکارد نه به جمهوری اسلامی منتشر کرده و گفتند چگونه است که او اینجا سیاسی است ولی وقتی نوبت به اجرای ترانه خلیج فارس میرسد سیاسی نیست سیما ثابت مجری شبکه ای ایران اینترنشنال در توییتی با انتقاد شدید از ابی نوشته اما از وقتی که منفعت طلبی شخصی جای میهن طلبی را بگیرد خلیج فارس همیشه خلیج فارس است چه شما بخوانی چه نخوانی چه باشی چه نباشی سالومه سیدنیا مجری شبکه منوتو هم گفته هنوز از شوک پخش تبریک عید مجاهدین در نیومده آقای ابی بهت زدمون کرد سالومه نوشته ابی عزیز خلیج فارس مسئله ملی است نه سیاسی چرا آب تو آسیاب دشمن میریزین که عوامل جمهوری اسلامی براتون دست بگیرن فرق شما با شهره چیست بیمال و منال نیستین که اثر ناچاری باشه آقای ابی نذارین اطرافیانتون بیشتر خرابتون کنن هواداران حکومت جمهوری اسلامی همانند علی اکبر رائفی پور هم فرصت را غنیمت شمرده و تندترین انتقادات را علیه ابی مطرح کردند رایفی پور در توییتی نوشته کنشگری های سیاسی ضد ملی و ضد ایرانی ابراهیم حامدی اتفاقی نیست او متاسفانه توسط یهودی ها و بهایی ها مدیریت می شود جاناتان مهریان یهودی سهیونیز چهره پشت پرده یه هدایت ابی و ساسان حیدری یا همان ساسی است رایفی پور در پایان نوشته اگر روزی درباره لزوم تجزیه ایران هم خواندند تعجب نکنید جالب اینجاست که رائفی پور همان فردی است که چندی پیش اعتراف کرده بود که زمانی از طرفداران پروپا قرص ابی بوده و حتی ترانه هایی از او حفظ است که خود ابی هم به یاد ندارد همین ابی ما زمان دانشجو بودیم زیاد گوش میکردیم آره یه سری از آهنگای ابی رو من حفظم خودش هم حفظ نیست دروغ هم نمیگم در ضمن رائفی پور همان کسی است که چند سال پیش می گفت باید نام خلیج فارس را عوض کنند و آن را خلیج اسلامی بنامند شما فکر کردی مسئله خلیج فارس چرا مطرح میشه برای اینکه تو بگی ایرانی رو کلم ببین اگه ور نری باهاش دست نزنی اسم سالا هم سالن خلیج فارس نه اگه دست نزنی بهش که حق تو میگیرن میبرن دست بزنی بازم ضرر کردی میبینی ایران اول انقلاب گفتن بیاد اسم خلیج بزنیم خلیج اسلامی اون زمان مخالفت های شد اگر اون موقع این کاری کرده بودیم الان نقطه برنده داشتیم حالا کاری ندارم بهزاد بلور مجری شبکه بی بی سی فارسی هم در برنامه نوروزی امسالش بدون نام بردن از فرد مشخصی خوانندگان سرشناس ایرانی مقیم خارج را به مادیگرایی و پولپرستی متهم کرده هر سال تعداد زیادی از این خوانندگان از جمله ابی در برنامه های نوروزی بی بی سی با اجرای بهزاد بلور شرکت می ولی ظاهرا هیچ یک از آنها امسال دعوت این شبکه را به دلایل مالی نپذیرفتند خیلی متشکرم با ما هستین افغان ها با ما هستن تاجیک ها و من خود من نماینده ایران ما از خیلی خواستیم از خوانندگان عزیز که بیان به ما بپیوندن ایرانی ها ولی در اون مسابقه دانش را انتخاب میکنی یا ثروت را اونها ثروت را انتخاب کردن در این پایان سال البته قیاس انجام شده توسط مجری بی بی سی به نظر بی ربط می رسد چرا که ظاهرا منظور او این است که حضور در بی بی سی مساوی با انتخاب علم است و رفتن آنها به شبکه های دیگر یا برگزاری کنسرت به جای حضور در بی بی سی به معنای انتخاب ثروت است که شما با بسیاری از سیاستمداران ایران رابطه جنسی داشتید این بوده اما شبکه بی بی سی فارسی در ساعت اخیر گفتگوی جدیدی هم با کاترین شکتم تحلیلگر یهودی و ستون نویس سابق سایت رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده به حضور آیت الله خامنه ای رسیدم نه به معنا که منو به اسم شناسه منظورم اینه که با او در یک اتاق بودم و با هم سلام علیک کردیم در همین حد شکتم در این گفتگو ضمن مطرح کردن مطالب ضد و نقیض فراوان سرانجام اعتراف کرده که در ایران به او پیشنهاد برقراری رابطه جنسی شده و البته گفته هیچ یک درخواست ها را نپذیرفته آیا خواستن که به شما نزدیک بشند؟ بله بارها اما آیا پذیرفتم؟ البته که نه من عزت نفس دارم و نمیپذیرم اما این چیزی که اتفاق میفته کم و بیش عادیه این کارو میکنم مجری بی بی سی متاسفانه از شکتم نمیپرسد چه افرادی به او پیشنهاد رابطه جنسی دادند یا دست کم این افراد در چه مقام و منصبی بودند ولی وقتی مجری بی بی سی از او میپرسد آیا کسانی که در ایران هستند نگران اطلاعاتی هستند که او از آنها دارد و ممکن است فاش کند گفت بله آیا فکر میکنید کسانی در ایران باشند که نگران چیزهایی باشند که شما میدونید یا ممکن فاش کنید احتمالاً بله آیا دارید از کسانی محافظت میکنید؟ ببینید موضوع محافظت و حفظ آبرو نیست اما فکر میکنم هر کاری باید در زمان و جای خودش انجام بشه در ضمن معتقدم که قربانیان این مسائل حق دارن در زمانی که بخوان در این باره صحبت کنند من خودم به هیچ شکل مورد سوء استفاده قرار نگرفتم کسانی به من پیشنهاد میدادن اما هیچ وقت رفتارشون غیر محترمانه نبود و من فقط مؤدبانه پاسخ منفی میدادم و موضوع ختم میشد بنابراین فکر نمی کنم در جایگاهی باشم که افراد رو به چیزی متهم کنم که برای من اتفاق نیفتاده فکر می کنم این من نیستم که باید در این مورد صحبت کنم اگه زنها احساس بکنن که باید این کار رو انجام بدن من اونقدر براشون احترام قائل هستم که بزنن خودشون در زمانی که مختزی می دونن این کار رو بکنن شکتم در پاسخ به پرسش مجری بی بی سی درباره اتهامات جاسوسی برای اسرائیل با این استدلال ضعیف که چون زبان فارسی بلد نیست پس نمیتواند به عنوان جاسوس برای اسرائیل کار کند اتهام مطرح شده را رد کرد. آیا شما جاسوس بودی؟ نه ببینین این سوال خیلی از من پرسیده شده من فارسی صحبت نمی کنم و برای این اساس دلم میخواد مردم اونقدر عقل سلیم داشته باشن که حرف منو بشنون اسرائیل دارای یکی از بهترین سرویس های اطلاعاتی در دنیاست اونا در این کار به قدری خوبن که نه فقط شاه رو آموزش دادن بلکه حتی بعضی از کسانی رو که چه بسا حالا با آیت الله خامنه ای کار میکنن رو هم در اون وقتی که ایران هنوز دوست اسرائیل بود در موساد آموزش دادن ما میدونیم که چنین چیزی حقیقت داره امروزه شما اگه بخواین به هر جای دنیا جاسوس بفرستین دست کم ازشون میخوان که بتونن به اون زبون حرف بزنن و بتونن از روی زبون کشوری رو که قراره در موردش جاسوسی کنن بخونن من حتی یک کلمه فارسی نمیدونم البته شکتم در ادامه اعتراف کرد اگر نهادهای جاسوسی اسرائیل برای همکاری با او تماس میگرفتند او قطعا خوشحال میشد آیا سرویس اطلاعاتی اسرائیل هیچ وقت به سراغ شما اومده که ازتون اطلاعات بخواد یا بخواد باهاشون همکاری بکنید؟ نه نه قاطعانه میگم نه اگه این کارو میکردن من احساس غرور میکردم اما متاسفانه این کارو نکردن ببینین من نمیدونم که در کارنامه افراد جاسوس چی باید باشه تا برای این کار مناسب تشخیص داده بشن اما تصور میکنم آدمی به رگ گوی من پس شما دوست داشتید که به سراغتون بیاد من اینو نگفتم. شما گفتید متاسفانه نمی خب برای اینکه اگه اون کار میکردن در واقع برای توانایی تحلیل من اعتبار قائل شده بودن. اما اینطور نشد. پس به قدر کافی خوب نبودم. نکته اصلی اینه که من فرانسویم. اگه قرار بود که سرویس اطلاعاتی به سراغ من بیاد، حتما اول از همه فرانسوی ها میومدن. اما به دلایل نامعلوم من متهم شدم که برای CIA، KGB، با اینکه منحل شده و همینطور موساد جاسوسی کردم. سپاس از همراهی شما. لطفا فراموش نکنید سابسکرایب کنید کامنت بزنید و لینک ویدیوهای ما رو برای دوستانتونم بفرستید اگه دوستانین از ما حمایت مالی کنید لطفا روی کلید جوین کلیک کنید